سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه عذرخواهی ازتون بکنم، چون که قرار بود تعداد ویدیوها رو بیشتر کنم، ولی مدتیه که حالم خوب نیست و متاسفانه نمیتونم بیشتر از یه ویدیو در هفته بذارم. این دفعه میخوام یه پالت رنگی با مداد رنگی درست کنم، همین که تو صفحه میبینید. یه همچین پالت رنگی میخوام درست کنم و چند تا ترکیب رنگ حالا شاید ازش در بیارم. میخوام تست کنم ببینم رنگای مداد رنگیم روی کاغذ چطوری دیده میشه. و همونطور که میبینید هر خونه رو برای هر خونه از این پالت من شروع میکنم از این مستطیل یا مربع، گوشه سمت چپ بالا پررنگتر، به مرور که پایین میام کمرنگتر حالت هاشور میزنم، سعی میکنم کلش رو بگیره و یه سایه روشن ایجاد میکنه و میتونم من چند تا مداد رنگی رو همینجوری با هم ترکیب کنم توی هر خونه که ببینم ترکیب رنگیشون چجوری به دست میاد. من این ترکیب رنگی رو به دست میارم، نگهش میدارم، یه موقع اگه خواستم استفاده کنم میگم که از این کد رنگ میخوام استفاده کنم یا از این ترکیب رنگ میخوام استفاده کنم و میدونم دیگه لازم نیست که هی بگردم دنبال یه رنگ مناسب و اون رو آماده دارم. و گوشش هم یه چند تا از ماژیکام رو تست میکنم که ببینم چطوری میشه رنگش. البته من قبلا اینو روی کاغذ معمولی، روی کاغذ آسه انجام دادم. این دفعه میخوام روی کاغذ کالک امتحان کنم، چون میخوام یه چند تا راندای جدید رو کاغذ کالک امتحان کنم و ببینیم چجوری میشه. روی تکنیک جالبو میخوام امتحان کنم. برای همین نیاز دارم که بدونم روی کاغذ کالک رنگا چجوری دیده میشه، رنگای مداد رنگی و ماژیک. خب من این تره تقریبا شطرنجی رو آماده کردم. یه کاغذ خالی برمیدارم میذارم زیر دستم، چون کاغذ کالک اگر رد دست بمونه چربی رو به خودش میگیره، اون رطوبت دست رو به خودش میگیره و اون فشاری که بهش میاد باعث میشه که کاغذ تاب برداره. من همین یه چیزی زیر دستم میذارم قبلش. خب من چیکار کردم؟ اومدم مداد رنگیامو، حالا مهم نیست اگه 12 رنگ باشه 24 رنگ باشه، تعدادش اصلا فرق نداره. اومدم مداد رنگیامو دسته‌بندی کردم، اونایی که تو دسته قهوه‌ای و قرمز، حالا بستگی به مداد رنگی داره، هر کدوم چند تا دسته داره دیگه، رنگای با توجه به تعداد مختلف رنگایی که داره. خب بنفش و آبی و خلاصه اینجوری. منظورم اینه که دسته‌بندیشون کردم، برچسب زدم روشون، عدد نوشتم روی هر دسته که بدونم شماره‌هاش چجوریه. اگه اینجا دیده بشه اینجوری برچسب دادم و دسته‌بندی کردم، جداشون کردم از هم دیگه. خب حالا میریم که چند تاشو با هم تست کنیم. خب از گوشه سمت چپ بالا شروع میکنم، به صورت مورب ها شروع میزنم و میام پایین. البته من به خاطر دوربین چون زاویه هم یه خورده بده نمیتونم کنجا رو خوب در بیارم.